سلام به برنامه وای از فوتروس میدیا، خوش آمدید. در برنامه امروز سعی داریم با مفهوم آخرین منجی و موعودگرایی در آیین یهود بیشتر آشنا بشیم. بدین منظور دعوت کردیم از دو تن کارشناسان بسیار عزیز در حوزه مطالعات تطبیقی ادیان، هاخام یونس حمامی لاله‌زار و دکتر حجت الاسلام کاشانی. محمد صحاف کاشانی دارای مدرک سطح 4 حوزه علمیه و در حال اخذ مدرک پسادکترا. او رئیس مرکز کلام و ادیان است. همچنین 18 سال سابقه تدریس مباحث الهیاتی و تطبیقی ادیان در حوزه و دانشگاه را دارد. در کارنامه فرهنگی او تألیف و نشر 33 جلد کتاب در حوزه مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت درخشان است. وی رئیس مؤسسه گفتگوی اسلام و مسیحیت است. در فصل جدید برنامه وایه در جایگاه کارشناس مطالعات تطبیقی ادیان مهمان ما هستند. مهمان امشب ما خاخام حمامی لاله‌زار متولد 1346 در یزد است. او فارغ التحصیل پزشکی تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. دکتر یونس حمامی لاله‌زار در سال 1386 تحصیلات مذهبی خود در حوزه دین یهود را به اتمام رساند و به درجه خاخامی رسید. وی به عنوان مشاور و کارشناس فرهنگی در انجمن کلیمیان فعالیت می‌کند. او از سال 1374 به تدریس در کنیسه ابریشمی پرداخت و یکی از مسئولان تیم تلمود تورات کنیسه ابریشمی است. از تألیفات وی میتوان به ترجمه کتاب سیدور نیایش روزانه یهود اشاره کرد. ایشان از سال 1395 برای رهبر دینی کلیمیان ایران نیز انتخاب شدند. جناب آقای دکتر یونس حمامی لاله‌زار، خیلی خوش آمدید به برنامه وای در فوتروس میدیا. شما هستم به نام خدا. آدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان گرامی. انشاءالله که بحث مفیدی با هم دیگه داشته باشیم. خیلی ممنون. آقای دکتر کاشانی، شما خیلی خواهش می‌کنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و جناب دکتر هاخام یونس حمامی لاله‌زار از کلمیان ارزشمند هموطنمون و همچنین تمام بینندگانی که در این لحظه و این ساعت مهمان چشمان قشنگشون هستیم. خیلی ممنون. جناب حمامی لاله‌زار، این سری از برنامه‌های پایه از فوتروس میدیا در واقع اختصاص داده شده به مفهوم آخری منجی و موعودگرایی در ادیان مختلف و دوست داریم به یک فصل مشترک شباهت‌ها و تفاوت‌های این مفهوم در ادیان مختلف برسیم. حضرت عالی به عنوان یکی از طرفداران و پیروان دین یهود مفهوم موعودگرایی و آخرین منجی رو چطور برای ما تعریف میکنید؟ در دین شما داره چه جایگاهی است؟ خدا اعتقاد به منجی موعود که از باورهای مشترک بین ادیان ابراهیمی و حتی ادیان غیر ابراهیمی هست، در یهودیت نیست اعتقاد به منجی و انتظار برای ظهور اون از اصول اعتقادی یهود محسوب میشه. همونطور که موسی بن میمون در اصول اعتقادی یهود رو در 13 اصل تقسیم بندی کرده که اصل 12 هم اعتقاد به ظهور منجی و انتظار برای ظهور ایشون هست و این برمیگرده به اصل ایمان به خداوند. همونطور که هر انسان عاقلی برای کاری که انجام میده هدف و برنامه خاصی داره، مسلماً خداوندم از آفرینش خودش و خلقت این جهان هدف و برنامه خاصی داشته که طبق اعتقاد ما رسیدن به اون مقصد نهایی توسط منجی موعود که در آیین یهود به ماشیح معروف هست توسط ایشون صورت میپذیره. خیلی ممنون که اشاره کردید به نام آخری منجی. معنای خاصی هم داره این ماشیه که فرمودید، یا در واقع در زبان عبری هست، در چه زبانی هست و یه مقدار اگر به لحاظ ریشه شناسی این واژه رو برامون توضیح بدید ممنون میشم. ماشیه کلمه عبری هست، از ریشه فعل ماشه به معنی مس
شدن و تطهین کردن، چرا که اعتقاد داریم که از نظر نسب شناسی منجی موعود در یهودیت از نسل حضرت داوود و سلیمان نبی هست و مانند اجداد خودش گذشته از اینکه مقام نبوت داره حکومت هم تشکیل میده. در قدیم اینگونه رسم بود که پادشاهان یهود رو با یک عطر روغنی خاصی تطهین میکردن، مس میکردن و میخواد کنیه ماشیه به کار میره. حالا ماشیه و افراد دیگه هم به کار میره، اما به صورت خاص وقتی که بیان میشه ماشیه اشاره به منجی موعود است یا ملخ ماشیه، یعنی ماشیهی که پادشاه هست به این مفهوم. درسته. و این لفظ ماشیه در کتب شما و منابع شما مطمئنن به کار رفته. اسم و نام و منابع چیا هست؟ منابع موثقی که دارید در این زمینه؟ در کتب مقدس یهود اسامی مختلفی برای منجی به کار رفته، از جمله در خود تورا سفر پیدایش پس چنام کلمه شیلو به کار میره. شیلو یعنی که فردی که همه ارجعیت ها از آن اوست. بله. کلمه منهم به کار رفته، یعنی فردی که تسلا دهنده و آرامش بخش هست. اینون یعنی فردی که جاودانه هست. دفنه شمش اینون شمو در مزامیر حضرت داوود به این نام به کار رفته. کلمه ماشیه هم در بخش کتب انبیای یهود به کار رفته و به خصوص در منابع تلمودی بیشتر رو همین نام یا کنیه تاکید شد. بله بله، خیلی ممنون از پاسخ شما. اجازه میخوام با آقای کاشانی برگردم در استودیو اینجا در قم. آقای دکتر کاشانی، به نظر شما فصل مشترک بین مفاهیمی که آقای حمامی لاله‌زار فرمودن و مفهوم موعودگرایی و آخرین منجی در اسلام شیعی چی میتونه باشه؟ خواهش میکنم. همونطور که جناب دکتر اشاره کردن، موعود در حالا هم اسلام و هم یهودیت القاب متعددی داره که شاید نام مشهورترینش در مسیحیت در یهودیت ماشیه هست و در اسلام مهدی، ولی ما در اسلام القاب دیگری برای موعود داریم که شاید القاب بسیار متعددی، با بقیت الله می نامیم او رو، به اصطلاح صاحب الامر می دونیم، منتظر می دونیم، حجت الله می دونیم، خلف صالح می دونیم و القاب بسیار متعددی برای موعود داده شده. آنچه که مهمه، همه این القاب یه اشاره‌ای داده، یک فلشی خورده به اینه که چه در اسلام و چه در حالا یهودیت به این که اون یک بقیه، یک باقی مانده تمام خیرها و خوبیها و نیکی هاست و قراره که به اون وظیفه نهایی که قراره انجام بده، به اون کاری که به هر حال خداوند بر عهده او گذارده که او بیاد و اون کار ناتمام همه انبیا رو پایان ببخشه و اون خیر و نیکی رو در جهان بگستراند و شرارت و بدی رو در جهان پایان ببخشه، همه این القاب یک جور فلش به اون داستان و به اون اشاره است. ولی من میخوام باز اشاره کنم، مهم نیستش که ما چه نامی بر اون می‌نهیم، مهم اینه که اون شخصیتی که قراره بیاد یک شخصیته و یک کار واحدی قراره انجام بشه. خیلی ممنون آقای کاشانی. جناب حاخام یونس حمامی لاله‌زار عزیز، آخرین منجی و در واقع میشه گفتش که آخرین منجی در دین یهود از نظر شما چه کارکردی داره؟ آقای دکتر کاشانی کارکردها و اهداف آمدن آخرین منجی در دوره آخرالزمان در نگاه اسلام شیعی رو فرمودن، در دین یهود داره چه کارکردی هست آخرین منجی؟ منجی موعود یا ماشیه در یهودیت و اتفاقاتی که در دوران ایشون رخ میده که در یهودیت به دوران گئولا یا نجات معروف هست، از جمله آبادی معبد بیت المقدس هست که بسیار از مراسم عبادی یهودیت تقدیم قربانی ها در اون معبد صورت میگرفته و به خاطر اینکه فرامین و فرایض دینی به صورت کامل اجرا بشه، یکی از اتفاقاتی که میفته آبادی معبد هست و احیای اون مراسم عبادی به صورت کامل. درسته. رفتن حکومت‌های ظالمانه هست و برقراری عدالت در کل جهان هست. در اون زمان دیگه کفر و الحادی نخواهد بود و یا بیان و او یدنای خادش موه هاد
همونطور که در زکریای نبی اشاره میشه، در آن روز خدا یکتا و نام او هم یکی خواهد بود. همه عالمیان خدا رو صدا میزنن. ضرورتا طبق اعتقاد ما همه یهودی نخواهند، اما مسلما همه خداپرست و موحد خواهند بود. درسته. این گسترش علم الهی هست، شناخت و درک انسان ها از خدا، صفات الهی و شریعت الهی بسیار گسترش پیدا میکنه. امروز ممکنه سوال متعددی باشه که جواب کافی برای اونها وجود نداشته باشه، اما در اشعیا نبی فرماد که مال عارض دعا کمیم لیام مخصیم، سطح دنیا از دانش الهی مثل آبی که دریاها رو پر کرده اینگونه مالا مال خواهد شد. هیچ سوالی بی پاسخ نمیمونه. به دنبال این درک و دانش انسانی که گسترش پیدا میکنه دیگه خطا و گناه به حداقل کشیده میشه و به دنبال بلایا، آسیب ها، حالا به موارد که ما بلایای طبیعی میگیم، بیماری ها میگیم، از دنیا رخت میبنده، دنیایی پر از برکت، آرامش، صلح و آسایش برای همه خواهد بود. در انبیاء یهود تشبیه کردن که در اون دوران بره در کنار ببر زندگی میکنه، گاو در کنار شیر و دیگه هیچ آسیبی و ظلمی در دنیا نخواهد بود. و نهایتاً به دنبال دوران منجی موعود که دوران نجات هست، نهایتاً منجر خواهد شد به روز قیامت و رستاخیز و احیای مردگان و رسیدن به جهان آخرت. بله، ما مفهوم احیای مردگان و رجعت برخواهیم گشت، اما قبلش یک سوالی من از حضرت عالی بپرسم و اونی هستش که این الطاف منجی موعودی که فرمودید شامل حال همه خواهد شد دیگه یا نه اولویت بندی هست؟ یعنی ابتدا به آینه در واقع میشه گفت پیروان دین یهود و بعد به پیروان ادیان دیگر؟ در جنبه عدالت و از بین رفتن حکومت‌های ظالمانه، از بین رفتن کفر و الحاد، به دنبال اون افزایش علم و دانش انسانی، همه اینها جهانی هست و در برگیرنده همه هست. مسلمان مثل هر دین دیگه که برای منجی رو از آیین خودش میدونه و ارجعیتای هم برای پیروان خودش در نظر میگیره، ارجعیتایی هم برای پیروان یهود در نظر گرفته میشه، اما رسالت و منجی موعود جهانی است و همه رو در بر میگیره. خیلی ممنون. آقای تکاشانی، رسالت منجی موعود در اسلام شیعی چقدر نزدیک هست به چیزی که آقای حمامی لاله‌زار فرمودن در دین یهود؟ یه تکمیل عرض بکنم. در اون جهان پس از ظهور یا اون کاری که قرار موعود بعد از ظهور انجام بده، ما خیلی شباهت‌های زیادی رو می‌بینیم، از جمله اینکه در روایات ما، در متون دینی ما خیلی اشاره شده به اینکه اون زمان دوره یک دانش و علم همه فراگیر میشه، یا روایت دادیم که قبل از ظهور هر اون چه که از دانش خودشون نشون داده دو حرف هست و دانش 27 حرف الان این تمثیلی انجام شده و صرفا قطعه کوچیکی از اون دانش تا قبل از ظهور هر چه که علم و دانش ترقی پیدا بکنه شکوفا شده و بعد از ظهور که این دانش فراگیر میشه و تمام دانش در میان مردم گسترش پیدا میکنه. و از جهت امور دینی هم همونطوری که جناب دکتر اشاره کردن، امام علی میفرماید گویا میبینم که مردم در مسجد کوفه چادر زدن، حلقه زدن و هر گروه دارن مطالب دینی رو آموزش میبینن و انقدر دیگه دانش دین گسترش پیدا میکنه. میگه حتی زنی که در خانه خودش هست هم به تمام زوایای علوم دینی اشراف پیدا میکنه، یعنی هم دانش بشری گسترش پیدا میکنه و هم دانش دینی فراگیر میشه و داده ها و دانشی که مردم از اون دانش دینی دارن همه جا رو میگیره. و یکی دیگه از خصوصیاتی که باز توی اسلام هست جهانی شدن اخلاق در بین بشریته. میگه کینه بندگان نسبت به هم از دلها زدوده میشه، دیگه کسی به کسی کینه نمیورزه و اخلاقشون به کمال میرسه، به خصوص در یاران موعود و به خصوص در اصحاب موعود. یا آیه سوره نور آیه 55
که من بعد خوف هم امنا ما تبدیل میکنیم بعد از اون ترس و ناامنی که دارن امنیتی فراگیر. میگه اونقدر این امنیت فراگیر میشه که ممکنه حتی یک دختر تنها و پیاده دختر تنها مسیر طولانی رو در بیابان ها طی بکنه و کسی متعرض اون نشه و هیچ احساس ناامنی هم در او به وجود نیاد. و این دو ما توی و یکی از نکات مهمش هم اقتصاد شکوفاست. یعنی اونقدر دیگه اقتصاد شکوفا میشه که میفهمید در زمان حکومت مهدی امام زمان ویرانه ای نمیماند مگر اینکه آباد میشه یا رودخانه ها پر از آب میشه، چشم سالها به جوشش در میان، زمین خودنمایی میکنه. نکنید خداوند ما رو آفریده بود برای اون باغ عدن، برای اون بهشتی که قرار بود ما در اونجا زندگی بکنیم و شیطان آمد مانع شد و نگذاشت که این اتفاق رخ بده و این انسان شایستگی رو داشت که در یک چنین جهان آرمان شهری زندگی بکنه، ولی به هر حال نیروهای شیطانی همیشه در طول تاریخ مانع بودن که انسان به اون آرمان شهر خودش دست پیدا بکنه و این اتفاق نمیفته مگر در زمان موعود. خیلی ممنون جناب آقای کاشانی. آقای دکتر حمامی لاله‌زار، یه سوالی که خیلی جذاب است و خیلی ها میپرسن در مورد علائم و نشانه های ظهور است. البته شما به بخشش اشاره کردید کوتاه، اما دوست دارم بدونم که در دین یهود علائم و نشانه های خاصی برای خود فرد منجی موعود آورده شده و در واقع میشه گفت یا علائم و نشانه هایی برای دنیایی که در اون منجی موعود میخواد ظهور کنه. اگه اینو توضیح بفرمایید ممنون میشم. علائمی هم برای ظهور بیان شده، فقط با عنوان مقدمه بیان بکنم که چه علائمی که حالا در تلمود بیان میشه چه در خود کتاب مقدس. طبق باور یهود پیشبینی هایی که نسبت به آینده حتی به صورت وحی بیان میشه میشه به دو بخش تقسیم کرد. در هم بایی که بشارت هست مسلماً واقع خواهد شد، اما مواردی که حالا به عنوان تنبیه یا تنذیر هست بسته به رفتار انسان و اگر انسان توبه بکنه و در شرایط معنوی ایدئال و بالاتر قرار بگیره ضرورتا اونها واقع نخواهد شد. من میخواد در مقدمه ظهور منجی هم پیشبینی جنگ ها، درگیری ها، خونریزی از گرانی و از ظلم بی حیایی و بی عفتی هست که در بسیاری از حکومت‌ها، حکومت‌های غیر دینی هستند، فشار زیادی است و مخالفت حتی با رعایت مسائل دینی، اون ادب و حیایی که از پیش مرسوم بوده دیگه وجود نخواهد داشت، فرزند در مقابل روی پدر مادرش میسته، حرمت افراد مسن یا علمای دینی رعایت نمیشه، جنبه‌های بی‌عفتی که گسترش پیدا میکنه، اینها از علائم دوران ظهور بیان شده. اما همونطور که خدمتتون گفتم ضرورتاً این نیست که همه اینها لازم باشه که واقع بشه، که حالا اینو با امید خدا بحث میکنیم که ظهور منجی چگونه خواهد بود. دو گونه به صورت دو حالت کلی میشه تصور کرد، اینکه انسانها لیاقت کافی رو دارن، شرایط بسیار ایدئالتر و سریعتر با معجزات بسیار بزرگتر رخ میده، و اگر نه اون موقع است که باید انتظار اون شرایط سخت رو کشید. آقای دکتر حمامی لاله‌زار، روز یا دوره تاریخی خاصی هم ذکر شده در کتب شما؟ مثلا روزی از هفته، روز خاصی از هفته، یا در واقع اوقات خاصی از یک روز برای ظهور؟ روز خاص به این شکل عنوان نشده، هر روز میتونه روز ظهور منجی باشه، فقط در طی ایام هفته، چون طبق اعتقاد ما روز شنبه روز تعطیل هست که خداوند کل خلقت خودش رو در طی 6 روز یا 6 مرحله انجام داد و روز هفتم رو از آفرینش دست کشید، از اینکه از نیستی به هستی بیاره، و طبق همین دستور تورات ما هم در روز شنبه دست از کار میکشیم به نشان دهنده این که ما هم اعتقاد به اون خدایی داریم که آفریننده هستی است و طی 6 روز 6 مرحله جان آفریده. اعتقاد این است که در روز تعطیل منجی ظهور پیدا نمیکنه، در طی 6 روز هفته شرایط مناسب تری هست که هر دهل لحظه و هر زمانی که ما انسان ها به لیاقت لازم رسیدیم و تقدیر الهی بود ایشون ظهور پیدا میکنه. خیلی ممنون. آقای کاشانی، در اسلام شیعی چطور؟
روز خاصی تعیین شده یا ساعات خاصی برای ظهور منجی موعود؟ من اگر اجازه بدین راجع به علائم ظهور در اسلام یک توضیحی چون جناب دکتر اشاره کردن که خیلی به اساس شباهت‌های خیلی زیادی ما داریم تو اینجا. می‌دونید ما توی اسلام در روایات و آیات قرآنمون نزدیک به 3000 نشانه و علامت برای ظهور مشخص شده، مجموعه علامت و پیشگویی هایی که برای آینده مطرح شده و این پیشگویی ها خیلی هاش همون باز به دو بخش تقسیم میشه که 5 علامت هستن که اون علائم حتمی هستن و باید رخ بدن و بقیه علائمی هستن که به هر حال به عنوان پیشگویی مطرح شده ولی حتمی نیست، ممکنه بدا حاصل بشه در این علائم. ولی خب خیلی شباهت های زیادی داریم. ما این علائم رو به چند گروه تقسیم میکنیم. یه گروه علائمی هستن که راجع به وضعیت اخلاق مردم تا آخر زمان هست. همونطوری که اشاره کردم عین این مطالب هستش که بزرگ به کوچک احترام کوچک به بزرگ احترام نمیذاره، بزرگ به کوچک رحم نمیکنه، فساد در جامعه رایج میشه، مردان به مردان، زنان به زنان اکتفا میکنن. این از اون طرف میگه اتفاقا پوشششون خیلی خوشپوش میشن، خیلی آرایش کرده میان، خیلی زیبا نشون داده میشن، ظاهرشون خیلی زیبا میشه ولی باطن دلشون به زیبایی ظاهرشون نیست و باطنشون باطن آلوده ای هست. این مثلا بخشی از علائم که ما یک دسته زیادی از نشانه ها رو تو این وضعیت داریم. پیشرفت های مادی، صنعتی و از جهت پیشرفت های صنعتی خیلی نشانه های زیادی مطرح شده. مثلا حتی اینکه آقا در اون زمان در شرق عالم کسی با غرب عالم ارتباط برقرار میکنه و اون رو میبینه و صداش رو هم میشنوه. این به اساس در روایات ما اومده یا در اینکه میگه کوه‌ها تزول، کوه‌ها میبینه، میگه امیرالمومنین فهم میبینم که کوه‌ها زائل میشن، انگار یعنی حالا این تکنولوژیایی که امروز اومده. یا از یه چیزی به اسم روبیزه صحبت میکنه، میگه وقتی که آهن بر آهن سوار میشه راه‌های دور نزدیک میشن. یعنی اینا چیزایی که حالا لزوماً 5 سال قبل از ظهور یا 50 سال قبل از ظهور نیستن. بله. اتفاقاتی است که 1400 سال پیش پیشگویی شده که این اتفاقات رخ میده و بعد از اینکه این اتفاقات رخ بده ظهور انجام میشه. یا حتی جنگ هایی که داره رخ میده، حتی به جزئیات جنگ ها. مثلا ما در روایاتمون آمده که پرچم های سیاهی در شام بلند میشن و کشتار بزرگی میکنن و چه بد قومی هستن اینها. و که ما الان میبینیم تو این ایام یک گروهک های تروریستی در شام که همون سوریه و مناطق شامات باشه ظهور پیدا کردن و چقدر کشتارهای ناهنجاری کردن. به ریز این مسائل در روایات ما که قریب به شاید 3000 مورد باشه و حالا در کتاب های متعدد اینها جمع‌آوری شده. درسته. به سالی که من حالا فرصتش نیست اشاره بکنم و این خب ما ببینیم که شباهت خیلی زیادی رو ما تو اینجا میبینیم و یک اشاراتی که در این اتفاق حتی میگه هوا گرم میشه. میگه اون زمان هوا گرم میشه و زمستان بهار میشه و بهار تابستان میشه. یا آبها بالا میان، یعنی حتی به این به این مسائل این شکلی هم در رابطه ما اشاراتی شده. درسته. جناب آقای دکتر حمامی لاله‌زار، در دین یهود به مکان خاصی شما فرمودید اشاره شده، یک جا نام از اورشلیم بردید، درسته؟ بران مقر حکومت منجی موعود در اورشلیم بیت المقدس. درست، درسته. و طی این در واقع میشه گفت تاریخ در این دورانهای مختلفی که دین یهود تا به امروز گذرونده، آیا فرقه ها و گروه هایی هم بودند که به اسم آخری منجی ادعای منجیگری و ادعای منجی موعود بکنند و این در واقع از مسیر اصلیش خارجش کنند، این مفهوم متعالی رو؟ اگر بوده اسامی داشتن این گروه های منحرف یا نه؟ بله، مثل هر جای دیگه که یک موضوعی برای مردم با ارزش هست و مورد توجه هست، افرادی هم بودن که بعدها به عنوان ماشیه دروغین یا منجی موعود دروغی معروف شدن. معروفترینش شبتای سوی، فردیست به اسم شبتای سوی که ادعا میکنه که منجی هست و پیروان زیادی به دور خود جلب میکنه. افرادی هم داشتن که به عنوان تئوریسینش دوروبر ایشون تبلیغات زیادی که اینها نشانه های ظهور منجی هست، این ویژگی هاست، ولی نهایتا اون امر به وقوع نمی‌پیونده و
مردم متوجه اشتباه خودشون میشن، هرچند که پیروان بسیار محدودی حتی از تقریبا 300 سال پیش تا به امروز هم برای ایشون باقی مونده، اما خیلی محدود و شاید انگشت شمار باشه. اما در طی تاریخ بله این شکلی از این موضوع بسیار با ارزش سوء استفاده هایی هم شده. و اون منجی دروغینی که اسپوردی دارای نشانه های کافی نبوده برای این ادعا، و آیا منبع موثقی و رهبران دینی شما هستند که تایید می‌کردند که این آخری منجی نبوده یا دارای این نشانه ها نبوده و پیروان دین یهود به اونها در واقع میشه گفتش که رجوع می‌کردند برای گرفتن نشانه های واقعی؟ نشانه های خود شخصیت منجی موعود در یهودیت، چون برایشون مقام نبوت در نظر میگیریم، از دیدگاه یهودیت فردی به مقام نبوت میرسه که گیبور در واقع پهلوان باشه، پهلوان واقعی کسی است که بر نفس اماره خودش حاکم است، و وقتی که فردی میخواد به عنوان منجی موعود ارشاد کننده دیگران باشه، مسلما رتب خورده معنی رتب که کند، بعد خودش به بهترین شکل و وجهی همه دستورات و فرایض دینی رو از کوچیک تا بزرگ انجام بده. فردی باید مستقنی باشه، فردی بسیار عالم باشه، به همین خاطر اگر یه فرد بی سواد مثلا ادعا میکنه که من منجی هستم، خود به خود از ابتدا شرط لازمش هم نداره. درسته. گذشته از اون شرطی که الان منجی ظهور پیدا میکنه، فردی میاد ادعا میکنه که من منجی هستم، اگه این شرایط اولیه رو داره، از نظر عالم بودن، از نظر اینکه ما گناهی خطایی و اشتباهی رو در شیوه رفتار و عملکرد ایشون نمیبینیم، این شرط لازم است. اما شرط اثبات کننده برای شخصیت منجی این است که بتونه حالا یا به صورت معجزه آسا یا به صورت پیروانی که دور خودش جمع کرده معبد بیت المقدس رو آباد بکنه. اگر به اون مرحله رسید اثبات کننده شخصیت ایشون است، اگر نه این است که اون ماشیه واقعی و راستی نبود. پس آبادی بیت المقدس در واقع میشه گفتش که کارکرد اصلی ایشون و یکی از نشانه های متقنه برای منجی موعود، اثبات کننده است. بله بسیار. آقای کاشانی در مورد نشانه های اثبات کننده چطور در حضرت مهدی در آیین شیعه در اسلام؟ من از صحبت‌های جناب دکتر خیلی اولا استفاده کردم، ولی نکته خیلی ارزشمندی که ایشون گفتن بحث شأن انتخاب شده الهی است. یعنی اون موعود در اسلام هم توسط خداوند انتخاب میشه. بله. و دقیقا مفهوم عصمت رو ما براش قائل هستیم. یعنی اون موعود نمیتونه خودش آلوده به همه گناهان باشه و به دیگران بگه که آقا شما به گناه آلوده نشین، و لذا ما برای موعود شأن عصمت رو قائل هستیم و معتقدیم که او خودش به گناه آلوده نمیشه و زندگی کاملا پاک و بی آلایشی داشته. چون اگر او هم بخواد به گناه آلوده بشه و به ما دستور بده که شما گناه نکنید، خب کسی که خودش هدایت شده نیست چگونه میتواند هدایت گر دیگران باشد؟ درسته. و موعود در اسلام مهدی است. درسته. و مهدی یعنی هدایت گرده و باید دیگران رو هدایت بکنه، و از جهات دیگر هم باید در سرآمد بقیه باشه. وقتی که کسی میخواد رهبر باشه و اون شأن رهبری بر دیگران داشته باشه، طبعا باید بر دیگران سرآمد باشه، اول از حوزه دانش. ولی ما برای موعود علم لدنی قائل هستیم و معتقدیم علمی که او داره هیچ احدی از بشریت نداره و عالم تمام علوم هست. درسته. و دو اینکه از جهت حتی ظاهری هم معتقدیم که امام نباید نقصی داشته باشه و نمیتونه امام یک فرد علیلی باشه، یک فرد و باید شجاع باشه، و شجاعت یکی از صفات امام هست. درسته. در این حال باید رعوف باشه، باید مهربان ترین، الامام ابو الرعوف، یعنی جزو نقشش نقش یک پدر مهربانه و از پدر هم مهربان تره. بله. و تمام خصوصیت های فاضله کمال و حسن و کمال در امام و در مهدی موعود جمعه، و لذاست که ما به انتظار اون روز و به آرزوی اون روز نهت شماری میکنیم. فلسفه انتظار و انتظار برای منجی موعود فلسفه بسیار زیبایی هست و در تمامی ادیان میتونیم اشکال مختلف و انهای مختلف این رو ما ببینیم. در دین یهود فلسفه انتظار چطور تصویر شده؟ برای یک فرد یهودی فلسفه انتظار به چه معناست؟
بخشی از اعتقاد به منجی انتظار برای ظهور منجی است. بعدی که مصنبیم فرمود فردی که انتظار نمیکشه لحظه شما نمیکنه برای ظهور منجی، در واقع ایمان و اعتقادش کامل نیست. و این برسه آیه است که در کتاب عبقوق نبی و آیات دیگه هست که حتی اگر تصور میکنه که ظهور منجی به تأخیر افتاده، احکل و انتظار بکش و امید داشته باش برای او، چرا که ظهور منجی درسته که از یک طرف تقدیر الهی است، اما از طرف دیگه وابسته به لیاقت ما انسان هاست. موسم خاصی نیست که من مثلا انتظار داشته باشم تابستون بیاد، اما خب هیچ کاری نتونم بکنم. این انتظار یه انتظار دو طرفه است. همون منجی انتظار داره که هرچه زودتر انسان ها به اون لیاقت برسن و تقدیر الهی باشه تا به نجات انسان رو بردازه. اما صرف دیگه وقتی که ما انتظار داشته باشیم، یک انتظار فعال که از دیدگاه یهودی از عواملی وجود داره که باعث تعجیل در ظهور اون منجی خواهد بود. در واقع انتظار همراه با حرکت هست. بله، انتظار فعال هست. درست. که از مهمترینش مطالعه خود تورات هست تا انسان از شریعت الهی مطلع نباشه، نمیدونه دقیقا و به درستی چگونه رفتار بکنه. رعایت و حرمت روز مقدس شنبه است که گفتیم معادل ایمان هست و باور عملی به وجود خداوند و آفرینش الهی هست. این که انسان ها نسبت به همدیگه رعفت و بخشش داشته باشند، چون که طبق اعتقاد ما یکی از شیوه های و سنت های قضاوت الهی در زرمسای فارسی هم هست، میگه هر دستی بدی همون دستو میگیری. بله. همون گونه که ما نسبت به دیگران رفتار میکنیم، اگر حال بخشش گذشت مسالمت باشیم و ارفاق به خصوص. بعض وقتا میبینیم مثلا فرد نیازمندی حالا به ما مراجعه میکنه، شاید واقعا نیازمند باشه، شاید تا اون حد هم نیاز نداشته باشه، درسته. اما فرد این احساس رو در خودش داره که به خاطر دستور الهی در حد توانم به اون کمک بکنم. شاید هم ذهنیت تو ذهنش پیش بیاد که خب این خودش مثلا توان کار داره، چرا کار نکنه، چرا من زحمت بکشم بدم به اون. ولی وقتی که حاضر گذشت بکنه، خداوند هم این گونه نسبت به ما و کوتاهی ها و قصورای ما گذشت میکنه. گسترش عشق و محبت، اتحاد و یکپارچگی باز از موضوعات بسیار مهم هست. بعدی که در تنود بیان میکنه در دوران تاریخی ما دورانهایی رو داشتیم که متاسفانه افراد منحرف بودن، اما چون با همدیگه متحد و یکپارچه بودن، خدا سریع اونها رو مورد تنبیه قرار نداده، بهشون فرصت داده تا توبه بکنن. اما در طرف مقابل دورانهایی هم بودیم که افراد متدین معتقد بودن ظاهرا، اما بین خودشون با همدیگه تفرقه داشتن و این چند دستگی باعث شده که سریع مورد عقوبت الهی واقع بشن به خاطر این رفتار ناپسندشون. به همین خاطر یکی از عوامل دیگه که باعث تعجیل در ظهور منجی میشه برقراری اتحاد یک پارچه. مسلما بین انسان ها تفاوت وجود داره. من نوعی با برادرم، حتی برادر تنی خودم، هم فکر در همه زمین ها نیستم، اما اگه فکر بکنیم حتی در بین انسان های مختلف، اقوام مختلف، ادیان مختلف، اشتراکات اونقدر زیاد هست. بله. که میتونه همه اون اختلاف ها رو پوشش بده. لازم نیست که من شما بشم یا شما این من باشین، اما میتونیم با همدیگه با مسالمت و همفکری همدلی زندگی بکنیم و این کمک کننده است برای ظهور سریعتر و منجی. بله، نمونه اعلاش همین بحثی هستش که داریم الان با هم انجام میدیم، بحث منجی موعود، یکی از مشترکات ما. جناب آقای کاشانی، این زمینه سازی برای ظهور امام مهدی در اسلام شیعی به چه شکلی هست؟ یعنی اتحاد و یکپارچگی که آقای دکتر فرمودن در اینجا هم دیده میشه، یا اگر مشخصات خاصی داره این زمینه سازی ظهور، بفرمایید برام. خواهش میکنم. این یکی از نکات خیلی مهمی هستش که ما توی اسلام یکی از وقتی میخوام بگن که آقا بالاترین عبادت چه عبادتیه، چیکار کنیم که من بالاترین عبادت رو بکنم، یکی از چیزهایی که به عنوان بالاترین عبادت توی اسلام روش تاکید شده انتظار فرجه. درست. یعنی من به امید منتظر روزی باشم که تمام مشکلات قرار حل بشه، منتظر روزی باشم که قرار نقشه خداوند اجرا بشه. بله. و این انتظار هم یه انتظار فعالانه است، یه انتظار منفعلانه نیست. چون شاید خیلی از وقتی میگن منتظر، یعنی من بشنم اینجا مثلا حالا تا خودش بیاد. نه. بله.
قراره که وقتی تو منتظر باشی، وقتی تو محصولی کاشتی فرض میکنم و منتظر هستی که این محصول خودش رو نشون بده، خب طبعا هر روز به این باغ سر میزنی، هر روز سرکشی میکنی، مواظب هستی. دزدان به خانه دل هر جا گرفته منزل، آن مید صدر مجلس در خانه جا ندارد. خانه دلست رو مراقبت میکنی که من منتظرش هستم و قراره وقتی که او بیاد من جزو یارانش باشم، پس نکنه من جزو کسانی بشم که دلم رو پر از خانه های شیاطین کردم و جای دیگه برای او در دل من باقی نمونده. درسته. پس این انتظار یه انتظار فعالان هست و اگر من منتظر باشم من دروغ نمیگم، اگر من منتظر باشم من کلاهبرداری نمی کنم. درسته. اگر من منتظر باشم من کمک دیگران می کنم، اگر من منتظر باشم من در راستای پیاده شدن نقشه او فعالانه عمل میکنم. چون قراره که من یار او باشم و منتظر او باشم و این همین آیتم به تنهایی میتونه تمام زندگی منو روتین بکنه، تمام نقاط ضعف من رو بپوشونه. درست. تمام جاهایی که من احساس میکنم که اون ناتوانایی هایی در وجود من هست همه رو احساس میکنه. و رضا گفت بزرگترین عبادت انتظار فرجه. پس این زمینه سازی ظهور مستقیما از راه نیکی و خیر میگذره و نه در واقع پروراندن یا گسترش شر در دنیا. دقیقاً. درست. چون من منتظر خیرم، منتظر شر که نیستم. درست. من منتظر محصولمم. اگه منتظرم که این محصول در بیاد در باغ من محصول بده، من هر روز باید کاری بکنم که این محصول به باروری بیشتری برسه. آخه یه انحراف فکری که ممکنه وجود داشته باشه اینه که دنیا اینقدر پر از شر بشه تا بالاخره در واقع موجی موعود بیاد و این شهرها رو از میان برداره. این یکی نه، مطمئنا این تفکر تفکر انحرافی هست و به اصطلاح کسی که این تفکر اگه بخواد مطرح کنه که الان فکر نمی‌کنم قائلی هم مثلا اونقدر داشته باشیم، ولی تفکری است که با اصلا فلسفه انتظار منافات داره. چون من منتظر خیرم نه منتظر شر، و اگه منتظر خیرم پس باید در راستای خیر، چون انتظار فعالانه است، انتظار منفعلانه نیست. بله. باید کاری بکنم، باید قدمی بردارم، همین که من امید داشته باشم، همین که من نکنم همه تکاپوهای زندگیمون از امیده. من بله. امید دادم که دکترا بگیرم، امید دادم که مثلا فلانجا شاغل بشم، پس تمام زندگیمو دادم روی اون تنظیم میکنم. اگه لازم زبان یاد بگیرم میرم زبان یاد میگیرم، اگه لازم دانشگاه بدم میرم دانشگاه، اگه لازم هزینه بکنم هزینه میکنم. بله. چون امید دادم که من مدرک دکترا بگیرم. پس اگه من چنین امیدی دادم، تمام زندگیم بر اساس این امید شکل میگیره. خب من امید دادم که ظهور رخ بده، امید دادم که مهدی بیاد، امید دادم که اون موعود مهد الامم بیاد، یعنی مهدی همه امت ها، نه مخاطب مهدی اسلام. درسته. خب پس من تمام زندگیمو برای او میچینم. بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر کاشانی. آقای دکتر حمامی لاله‌زار، مطمئنا در کتب شما و در منابع شما اشاراتی به منجی موعود شده. من خیلی دوست دارم شما بخشی از اون کتاب ها رو که به زبان عبری هم هست برای ما بخونید، اگر منبعی الان هست در دسترستون دارید برای ما بخونید به زبان عبری و بعد برای ما به فارسی اون رو ترجمه کنید. اگر حالا با اون صوت کلیسایشون هم آقای دکتر کاشانی هم میگن اگر نوا یا آوای خاصی هم داره اینو خواندن، حالا یا به صورت سرود هست یا نوا یا آوا، اگر اونطوری هم باشه که داده. تشکر میکنیم ازتون آقای دکتر. بسیار عالی. یکی از معروف ترین گفتارهایی که در ارتباط با منجی موعود هست در کتاب اشعیای نبی فصل 11 هست. بله. که بیان میکنه ویاسا خوتر میگه زعیشا به نیسر میشاراشا ویفرا به نا حالا روح ادونا روح اخما اوبینا روح ایسا و گورا روح دعد ایرانت ادونا خارج خواهد شد نهالی از تنه ییشعی. ییشعی اسم پدر حضرت داوود هست و همونطور که قبلا اشاره کردیم طبق اعتقاد ما منجی موعود از نسل حضرت داوود و پسرشون حضرت سلیمان هست، یعنی نسب ایشون به حضرت سلیمان و پدر ایشون حضرت داوود علیه السلام میرسه. و نهالی از ریشه های او شکوفان خواهد شد و واقع می شود بر او روح الهی، روح حکمت و فهم، روح مشورت و جبروت، روح دانش و ترس از خدا. که منجی موعود هم تو که گفتیم جز ویژگی‌هاش
عالم بودن هست، خودش سعی تلاش زیادی کرده در تزکیه نفس خودش، پاکیش، ایمانش، تقواش و علم و دانشش و از جانب خداوند هم مورد لطف واقع میشه که این به نهایت برسه. و موقع است که و حریخو ظریف‌ترین احساس بین احساسای پنجگانه ما، حالا شاید قوی‌ترین احساس بینایی باشه که انسان میبینه، اما ظریف‌ترینش بویایی هست. بله. که از جنبه مادی کمترین اثر داره، اما در ارتباط با موج موعود میگه که او بو میکشه به وسیله ترس از خدا خطاکاران رو، در واقع فقط با دیدنشون و همین که بویی که از اونها به مشام میرسه تشخیص میده که این فرد صالح هست یا نه، و فقط با نگاه ظاهری داوری و قضاوت نمی کند، با شنیده های خبری فقط توبیخ و نصیحت نمی کنه. درسته. به شاف داوری می کند با صداقت مسکینان را، توبیخ می کند با شایستگی متوازان زمین را، و افراد ظالم زمین رو ضربه میزند با ترکه دهانش، یعنی با گفتار دهانش، نیازی به خیلی اسلحه و ابزار نداره، با گفتارش میگه و اون ظالمان از بین میرن اگر توبه نکنن، و با بادی که از لبهاش خارج میشه فرد ظالم از بین خواهد رفت. و همینطور ادامه و خواهد بود عدالت کمربند کمر او، ایمان پشتبند استقامت او، استقامت آورش بر اساس ایمان هست و عدالت راهکار او. و اون موقع است که البته در مورد این آیات حالا تفاصیل مختلفی است، سکونت خواهد کرد، گرگ با گوسفند، پلنگ با بزغاله خواهد خوابید. بعضی هم میگن تغییر در رفتار، به دنبال تغییر در رفتار انسان ها و اصلاح اونها این تاثیرگذار حتی در رفتار حیوانات هست، جا که اشاره هم در ابتدای سفر پیدایش داریم، موقعی که خداوند همه موجودات و حضرت آدم و آفرید، در ابتدای آفرینش گفته میشه که خداوند و حضرت آدم گفت از میوه های این باغ عدن بخورید، یعنی همه حیوانات به شکلی گیاهخوار بودن و به دنبال تغییر انسان هاست که حیوانات وحشی و گوشخوار هم ایجاد میشن. بعضی ها به این گونه تعبیر میکنن که اون حیوانات هم تغییر رویه میدن، بعضی ها نه، تعبیر میکنن که انسان های گرگ صفت هستن که اوناست که یا اگر توبه نکنن از بین میرن، یا بقیه توبه میکنن و تغییر پیدا میکنن و عدل و انصاف و عدل که همه در کنار هم سکونت بکنن. و ادامه که حالا گوساله و شیر جوان با همدیگر میچرن و یک نوجوانی همه اونها رو هدایت میکنه. درسته. و خرس با همدیگر میچرن، با همدیگر بچه هاشون میخوابانن، و شیر همچون گاو کاه خواهد خورد. و ادامه که حالا از آرامش و امنیتی است که در اون دوران برقرار خواهد شد، هیچ گونه ظلمی نخواهد بود، و اینکه همه گفتیم یک پارچه میشن و آیا بیام هو و خواهد بود در آن روز، اون فردی که از ذریه یشعی هست که برمیخیزد به عنوان علمی پرچمی برای همه اقوام، به سوی او امت را طلب میکنند، و آرامشی که از جانب او روا داده میشه با رعایت حرمت برای همگان است. بله، خیلی ممنون آقای کاشانی. پرچمی خواهد افراشت برای همه اقوام، بسیار در واقع میشه گفت شباهت نزدیکی است با نوع نگاهی که ما داریم به حضرت مهدی در اسلام شیعی. من سوال دیگه ای هم داشتم، میخواستم بپرسم که جناب حمامی لاله‌زار، این مدح‌ها به صورت دست جمعی یا دعاگونه یا در مکانهای خاصی در دین یهود هم خوانده میشه به عنوان کسانی که منتظر واقعی هستن برای حضرت یا برای در واقع منجی موعود در دین شما؟ ببینید، جزء سنت‌های یهودی ما در طی روز سه نوبت نماز روزانه داریم. بله. نماز صبحگاهی است که تقریبا از یک ساعت قبل از طول آفتاب شروع میشه تا یک سوم از طول روز. نماز ظهر است از نیم ساعت بعد از ظهر، یعنی 12:30 ظهر شرعی که بگیری، نیم ساعت بعدش نماز ظهر است تا دقایق قبل از غروب و پس از غروب، همینطور نماز عصر است در شنبه و اعیاد دینی یه نوبت نماز اضافه میشه. در همه نمازهای ما گفتارهای و درخواستهای در ارتباط با ظهور منجی وجود داره. درخواست از خداوند که این لطفش رو شامل حال ما بکنه و هرچه زودتر ما به اون لیاقت لازم برای رسیدن به اون دوران نجات و ظهور منجی برسیم. گذشته از اون، خود تورا
تورات منظور اسفار خمسه است. نوبت حضرت موسی در یک تقسیم بندیش به 54 قسمت پاراشا تقسیم میشه که تیه سال 52 تا هفته داریم، هر هفته یک بخش از اون قرائت میشه و در جمع نماز جماعت حداقل حضور 10 تا مرد بالغ رو میخواد و عملا در طی یک سال یک دور تورات به صورت کامل قرائت میشه. در پایان ختم قرائت تورات جشن میگیرن و دوباره شروع مجدد و همینطور آیاتی از انبیا که هست در ارتباط با موضوع خونده میشه. همین قسمتی که الان خدمتتون قرائت کردم بخشی است که در جشن پسح، جشن آزادی و خروج از سرزمین مصر که جون آزادی سو رسیدن به یک درجه بالاتری با ظهور حضرت موسی، این بخش هم در بخشی از نمازهای جماعتی و در جمع قرائت میشه. خیلی ممنون آقای حمامی لاله‌زار. اگر اجازه بفرمایید یه تنفسی داشته باشیم و بعد پرسش و پاسخ اون رو ادامه بدیم با حضور شما و آقای دکتر کاشانی. خیلی ممنون. تشکر از شما آقای دکتر کاشانی. ممنون. تنفسی داشته باشیم و بعد برمیگردیم به استودیو و ادامه سوالاتمون رو خواهیم داشت با حضور شما و با آقای هاخام یونس حمامی لاله‌زار. وایه رو تماشا می‌کنید از فوتروس میدیا. یه تنفسی داشته باشیم و برمیگردیم. بینندگان عزیز به وایه از فوتروس میدیا خوش آمدید. مهمانان امروز ما دکتر حجت الاسلام کاشانی، متخصص مطالعات تطبیقی ادیان از حوزه علمیه قم، و دکتر هاخام یونس حمامی لاله‌زار هستند. آقای دکتر لاله‌زار خوش آمدید مجددا به برنامه وایه از فوتروس میدیا. خیلی ممنون قبول زحمت فرمودید. یکی از مفاهیمی که خیلی مهم هست در مورد بحث موعودگرایی و آخرین منجی، بحث رجعت مردگان هست. میدونیم که در تمامی ادیان افرادی هستند که محب منجی آخرالزمان هستند در دین خودشون و دوست دارن که او رو ببینند. آیا در آیین یهود هم هنگامی که منجی آخرالزمان یا منجی موعود ظهور میکنند، افرادی که محب واقعی ایشون بودن در دین یهود میتونن رجعت کنن به این دنیا و از الطاف ایشون بهره مند بشن تا رستاخیز اصلی و روز محشر اصلی؟ مفهوم رجعت به اون مفهومی که شما فرمودی دقیقا در یهودیت وجود نداره، اما چون اعتقاد به روز رستاخیز و قیامت هست، طبق اعتقاد بعضی از علما رستاخیز فقط در طی یک روز و یک مرحله رخ نخواهد داد، بلکه در چند مقطع و در واقع طی زمان است. افرادی که کاملا صالح هستند و با پاکی رعایت کردن در انتظار منجی بودن، در اون ابتدای دوران برقراری حکومت منجی موعود احیا خواهند شد و از اون خوشی‌ها و نعماتی که در دوران جان است بهره‌مند میشن. افرادی که حد واسه بودن در نیمه های این دوران و نهایتاً یه تعداد افراد هم باقی میمونن که در پایان دوران نجات یا دوران منجی هست که دیگه روز رستاخیز نهایی است و روز قیامت و داوری که برای همگان خواهد بود. به این شکل افراد از اون دوران بهره‌مند خواهد شد. بله خیلی ممنون آیت الله. آیت الله کاشانی از نگاه شیعه چطور، اسلام شیعی این رجعت چگونه اتفاق ما شاید یکی از نقاط اختلاف، یعنی یک تفاوت در اسلام شیعی و یهودیت بحث رجعت باشه. خب طبق توضیحی که جناب دکتر دادن، ما توی دیدگاه شیعی معتقد هستیم که اگر کسی در دوران زندگی خودش پاک زندگی بکنه و اون صلاحیت رو داشته باشه که در اون آرمان شهری که خداوند برای بشریت طراحی کرده و دیزاین کرده، در اون آرمان شهر زندگی بکنه، حتی اگر عمرش کفاف نده و حتی اگر اون لحظه ظهور رو نتونه به تماشا بنشینه، در روز ظهور و در روزی که موعود ظهور میکنه، اون نیکان برمیخیزن، از قبر برمیخیزن و زندگی دوباره رو خواهند کرد و همراه با موعود زندگی میکنن. و افراد زیادی بودن که این دغدغه رو داشتن که شاید ما عمرمون کفاف
تصرف نداد و شاید ما نبودیم و ندیدیم و خداوند عادلی است و اگر آرمان شهری رو برای بشریت طراحی کرده که اون روز روزی است که دیگه بدی و شلالتی وجود نداره و هر آنچه که زیبایی است و هر آنچه که نیکویی است قرار وجود داشته باشه، خب این افراد صالح هم باید از اون بهره مند بشن و لذا اونها برمیخیزند و همراه با موعود زندگی خواهند کرد و حتی نام برده شده، مثلا اصحاب کهف برمیخیزند، نیکانی زیادی برمیخیزند و گفته شما نگران نباشید، شما نگران این باشید که منتظر باشید و منتظرانه زندگی بکنید، منتظر این نگران این نباشید که شاید عمرتون کفاف نداره، چون اگر شما منتظرانه زندگی کردید حتما اون روز خواهید دید. آقای دکتر حمامی لاله‌زار، در دین یهود از فرد یا گروه خاصی که در زمان ظهور منجی به عنوان مخالف به دشمنی با او برخیزه نام برده شده یا نه؟ فرد خاصی، اسم خاصی، مفهوم خاصی؟ از کتب خود کتب مقدس یهود نیست، اما در به قول معروف روایات هست که به هر حال هر برقراری عدل و انصافی مخالفت هایی هم خواهد داشت و تحت عنوان فردی به عنوان ارمیلوس هاراشا، فرد ارمیلوس نام راشا هم یعنی فرد شریر و ظالم، که در مخالفت با ایشون و پیروان ایشون خواهد بود یا افرادی که به صورت کلی به جنگ و نزاع با ایشون خواهند اومد، که این خود این جنگ ها اینها هم گفتم میتونه وابسته به لیاقت انسان ها باشه، که در صورتی که لیاقت خیلی جنب خوب و عالی باشه شاید کل این جنگ ها در عرض دقایقی، بعضی ها از علما حتی میگن کل اون جنگ هایی که با خودمون جا خواهد بود بیتونه در عرض یک رو بیس دقیقه خاتمه پیدا بکنه و اگر نه لیاقت نداره دوران کنانی میشه. بسیار عالی. وقت خاصی هم که تعیین نشده برای ظهور منجی در دین یهود؟ نه، انسان هر روز و هر لحظه باید در انتظار منجی باشه. تشبیه کردند که ظهور منجی مثل مسیر یه اتوبوسی رو در نظر بگیرین، یه اتوبوس از یه مبدا شروع به حرکت میکنه که مبدا آفرینش هست و خلقت حضرت آدم هست، ایستگاه‌های خاصی داره و نهایتا به مقصد میرسه. این ایستگاه‌ها در واقع اون مقاطع خاصی است که مناسب‌تر هست برای ظهور منجی، که اگر انسان‌ها لیاقت لازم رو داشته باشن و تقدیر الهی باشه در اون مقاطع منجی میتونه ظهور پیدا کنه، اگر میشه به زمان بعدی و نهایتا در پایین‌ترین حالتش اگر انسان‌ها لیاقت لازم رو نداشته باشن، نهایتا خداوند یه زمانی رو برای ظهور در نظر گرفته که کی برنامه خودش به مقصد نهایی برسه، که اونجا شرایط رو فراهم میکنه که خود به خود انسانها رو به خدا بیارن و منجی ظهور پیدا بکنه. درست. آقای کاشانی، در کنار تمام کتب ادعیه و آیات و احادیثی که شما فرمودید، از نگاه اسلام شیعی ادبیات مهدوی هم شکل گرفته که این شامل حال ممکنه در واقع میشه گفت نه فقط ادبیات در واقع نظم و نثر باشه، ممکنه شامل حال سمبول ها، نماد ها، آثار و حرکات هنری و نقاشی ها و سینما و اینها هم بشه. تا چه میزان سعی میکنید در واقع فکر میکنید که این حوزه یعنی ادبیات مهدوی در واقع میشه گفت هنر مهدوی میتونه به ما کمک بکنه در داشتن یک فهم بهتر از منجی آخر زمان؟ خیلی زیاد طبعا. ما توی فرهنگ اسلامی خب بخش بزرگی از اشعاری که شاعران سرودن در انتظار موعود سرودن، ما حتی تو اشعار حافظ میتونیم موارد زیادی رو پیدا بکنیم، تو اشعار شیخ بهایی موارد پیدا کنیم، تا که به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موج چون سیل روانه، خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه، ای تید غمت را دل عشاق نشانه. و خیلی ادبیات مبسوطی ما داریم، حتی در ادبیات به اصطلاح هنری ما نشان یک مردی که سوار بر یک اسبی هست و این به اصطلاح صلح و قراره به جهان هدیه بکنه، تو نقاشی ها و تو تصویرنگاری های اسلامی ما این رو خیلی تداعی میبینیم که این شباهت خیلی زیادی داره با تصویرنگاری هایی که حتی مسیحی ها راجع به موعود انجام میدن، حتی ادیان دیگه انجام میدن و این خیلی فصل مشبهی رو در ادبیات دینی ما به خودش اختصاص داده. آقای دکتر حمایل رضا، شما چطور در دین یهود تصویرسازی یا نقاشی خاصی، اثر ادبی خاصی،
حالا چه شعر، چه نثر یا رمان، داستان، در واقع هنر منجی آخرالزمان یا آخرالزمانی در دین یهود چه جایگاهی داره؟ شاید به صورت هنر تصویری بسیار کمتر باشه، اما به صورت شعر یا نثر بیشتر هست و در واقع هر چیزی که انسان رو به یاد منجی بندازه و انتظار برای او و اقدام برای ظهور هرچه سریعتر از اون برای یه امر مثبت هست و مورد تمجید. دعای خاصی هست که در نمازهاتون بخونید برای نزدیکتر شدن زمان ظهور منجی آخر زمان؟ اگر این دعا هست برای ما بخونید به زبان در واقع عبری و ترجمهش هم اگه بخونید ممنون میشم. در بخش نمازهای روزانه بخشی تحت عنوان دعا لحش وجود داره یا عمیدا که حتما باید به صورت ایستاده روی بیت المقدس خون. از این بخش از نماز که 19 قسمت داره تقریبا 6 قسمتش در ارتباط با منجی است که من یه بخش اون رو خدمتون قرائت میکنم. ات سمه داوید عبده خا میرا تسمیه و قرنو تارون به شواته خا کلیشوات ها قیوین و وسیپین و کلیوم بارو خطا هشه مسمیه غیره نشوا. اون نحال رویده از داوید بندت، حضرت داوود بندت را هرچه سریتر شکوفان ساز و پرچم او را برافراز با نجات خودت، زیرا که به نجات توی خدایا امید و انتظار داریم تمام روز. که گفتیم انتظار باید لحظه به لحظه باشه، نه اینکه هر روز بلکه تمام روز. متبارک است تو خداوند که شکوفان خواهی ساخت پرچم و علم نجات را. این یکی از بخش هاست که درخواست تصحیح در ظهور منجی است و روزانه در سه نوبت در نمازهای روزانه تکرار میشه. بله آقای کاشانی خیلی ممنون میشم، شما هم اگر بخشی از دعاها یا خواهش میکنم. ما توی ادبیات دینیمون دعاهای خیلی خاص رو توی این حوزه داریم، ولی اون دعایی که خیلی تکرار میشه این فراز اللهم عجل ولی کل فرج خدایا فرج امام زمان رو نزدیک بگردان. ولی یک دعای خیلی عاشقانه ای هست به اسم دعای ندبه که خیلی فرازهای زیبایی و منتظرانه ای داره. یکی از فرازهای کوچیکی که من عرض بکنم وقت جلسه شاید زیاد اختصاص نکنه، میفرماید متى ترانا و نراک و نقر عینا، کی میشه من تو رو ببینم و تو منو ببینی. درست. یا تو دعای فرج فرازهای جزئی به جزئی که میگه حتی اون لحظه ای که پرچمت رو بلند میکنی و ما به خدمت شما سبت که به نقول الحمدلله رب العالمین و ما ستایش خدا رو میکنیم که منجی از راه رسید، لحظه به لحظه اون دعا رو به اساسش میکنیم. فراز دومی از دعاها دعا برای سلامتیشه. درست. حتی میگه السلام علیه اینا تقوم، وقتی بلند میشی، وقتی مینشینی، وقتی سجده میکنی، وقتی رکوع میری، هر لحظه میشه. آیا میشه اون لحظه اگر من مرده باشم زنده بشم و به اصطلاح شاهران سیفی و در راه تو بجنگم، بکوشم و بخروشم و یکی از یاران تو باشم؟ درسته. این دعای ندبه که فرمودید با دیوار ندبه که آقای دکتر فرمودن هیچ باعثی نداره، مفهوم گریه در هر دو مشترک است. اما اون دیوار ندبه است و این دعای ندبه است و این ندبه به معنی گریه و آهوزاری در هر دو مفهومش مشترک. آها درسته. پس هیچ باعثی نداره. خیلی ممنون آقای دکتر خواهم یونس حمامی لاله‌زار. صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. در قرن حاضری که داریم به سر می‌بریم، در واقع قرنی هستش که مشکلات و معضلات بسیار زیاد شده، امید به ظهور در دل امیدداران بسیار داره زیاد میشه و پرورش پیدا می‌کنه و واقعاً برخی از مشکلات و معضلات اصلا قابل حل هم نیست به دست بشر و به نظر میرسه که این نگاه به منجی آخرالزمان و منجی موعود خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای اصلاح دنیای امروز. ممنون میشم اگر صحبت‌های پایانیتون رو با مفهومی که من عرض کردم به پایان برسونید با توجه به این مفهوم. بله کاملا. در مقاطعی که فشار و سختی‌های زندگی بیشتر میشه، امید و انتظار برای منجی هم شکوفانتر میشه. بله. اگر انسان باور داشته باشه که هر اقدام، رفتار، عملکرد مثبتی که داره میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه این مجموعه بشری انسان‌ها به اون معدل لازم برای ظهور منجی برسن، مسلماً بیکار نمیشینه. حالا چه از دعا کردن، چه از نزدیکی هرچی بیشتر به خداوند، رفتار صحیح و درست نسبت به سایر انسان‌های دیگه، ترغیب اونها به دوستی و مودت و سازگاری،
که امیدوار هستیم که با اقداماتی که تک تک ما میکنیم و قدمی که برمیداریم در راه نزدیکی هرچی بیشتر به همدیگه لیاقت اون هم داشته باشیم تا هرچی زودتر دوره منجه مبود و در ایام و دوران حیات خودمون با چشمان خودمون شاید. و بنده فکر میکنم این مفاهیم مشترک خیلی میتونه ما رو بیشتر به همدیگه نزدیک کنه. کاملا بله. خیلی ممنون. خیلی ممنون از وقتتون رو در اختیار ما قرار داد. آقای دکتر خاخام یونس حمامی لاله‌زار، استفاده کردیم از بیانات شما و صحبت‌های شما در برنامه وایه از پتروس میدیا. خیلی ممنون. متشکرم منم از شما و به خصوص آقای دکتر کاشانی که به بحث ما قناعی خیلی زیادی بخشیدن. همه بینندگان تشکر میکنم. انشاءالله که ایام خوب و خوشی داشته باشیم و هرچه زودتر شاهد ظهور منجی باشیم. انشاءالله. خیلی ممنون. من تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر. خیلی استفاده کردن از مباحث خوبتون و نکات ارزشمندی که گفتید و امیدوارم همین قدم ها و همین حرکت ها پویشی بشود و راهی بشود که هم ما و هم شما به اون لحظه رو نظاره بکنیم و بنشینیم به تماشای لحظه ای که موعودی میاد و جهان رو و بشریت رو از این همه مشکلات و رنج و آلام نجات خواهد داد انشاءالله. خیلی ممنون آقای کاشانی، لطف کردید. خواهش میکنم از حضور شما در برنامه وایه در پتروس میدیا. خیلی ممنون و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز برای تماشای وایه از پتروس میدیا. تا برنامه دیگر و تحلیلی دیگر در مورد منجی آخر و موعودگرایی، خدا نگهدار.